مهمان، صدای غمگین با احساس، پسر ساده خودمونی مثبت سختی کشیده، علی عبدالملکی. خوش آمد. من این سمت باشم. ممنونم. متشکرم. خوش آمد. بفرم. زنده باشید. بفرم. 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 متشکرم. زنده باشید. اگر که مطلبی هست بفرم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک شما بزرگواران. باعث افتخاره که در خدمتتون هستم و در کنارتون هستم. تشکر. مرسی که آمدی. برم سر اصل مطلب. خدا رحم کنه. آره. اسم آهنگاش یه جور خشن دعوا داره. مثلا حالیت نیست، به درک، حیا کن، لباس عروسیت رخت عزاته. چجوری میشه؟ مشکلی داری؟ با کسی؟ چیزی؟ کسانی؟ بعضی از کارات حالا اسمشون این نبوده دیگه، حالا اون عزیزانی که کارا رو گوش میدادن یه اسمی روی کار گذاشتن و اینم واسه دوران نوجوانی بوده دیگه، سرمون به سنگ خورد. الان بهتری الحمدلله. ایشالله. از شروع کارت میگی برای ما؟ حرفه‌ای منظورتونه دیگه حالا؟ نه، از اون موقع که با یه آگهی. واقعا هم این بوده. بگی؟ چجوری شما فهمیدید اینو؟ میدونم یه آگهی روزنامه همشهری. بله، من بزرگ شده حالا جنوب شرق تهران هستم. کجا کجا؟ سراح افسریه شهرک مسعودیه. با افتخار. مسعودیه؟ بله. منم مال همون هول و هوش. بله بله. با افتخار. بعد خب وضع مالی آنچنانی نداشتیم دیگه و من دنبال این بودم که شروع کنم دیگه، علاقه خیلی زیادی داشتم به خوندن و دیگه میپرسیدم چی جوری از دوستان از آشنایان، میگفتم برو روزنامه حالا اون صفحات نیازمندیاشو ببین. میرفتم میدیدم. چند سال پیگیر این ماجرا، چند سال که یکی دو سال. علاقه به کار هنری داشتی؟ خوندن. بله. بعد چه جوری فکر کردن دوستات که توی نیازمندیای همشهری میشه این کارو کرد؟ بودن دیگه. من خب چند تا از دوستام همین ثبت نام تو کلاس و نمیدونم این چیزا، تست صدا که ولی بیشترش هم حالا درست نبود، اصلا چیزی به اسم تست صدا نبود. نبود. مثلا میرفتید شما، بهتون میگفتن مثلا ما 70% هزینه های یک آلبوم رو پرداخت کنیم، اون 30%ش رو شما بدید. آها. و اون 30% کل 100% بود و خیلی از جوانای بودن که مثل من حالا پیگیر این داستان میشدن و میرفتم و 100% هم ناامید برمیگشتم، ولی من پاپس نکشیدم، خیلی هم زیاد پیگیری کردم و خدا رو شکر. بعد چی شد؟ بعد چجوری وارد این حرف شد؟ از توی همون نیازمندی ها حالا شانسمون گرفت، یه عزیزی رو پیدا کردیم و شروع کردیم دیگه. تنها کسی هستی که قبل از انتشار آلبوم رسمی کنسرت دادی؟ البته تو فکر کنم تا یک سال و نیم پیش همین بود، ولی چند تا از عزیزان هستن که این اتفاق براشون افتاده. ولی فکر کنم اول نفر نه دیگه، مجاز شده بودم ولی هنوز آلبومی روانه بازار به صورت مجاز نکرده بودم. دوران غیر مجاز هم داشتی؟ غیر مجاز نمیشه گفت، خدا وکیلی. چی میگید شما بهش؟ اطلاع نداشتن، کم اطلاع بودن از اینکه شما میتونی به صورت مجاز هم کار بکنی. خب سن و سالی نداشتم من اون زمان دیگه، 18-19 سالم بود و همین دلیل بود. فقط فکر میکنم باید بخونیم، ولی بعدش خب اطلاعات هم بیشتر شد و یعنی به شما میگفتن آقا مجوز داری یا نه؟ میگفتی نه من کم اطلاع هم. پیش نیومده بود این سوالو بپرسم. خب. خیلی زود ما پیگیر این داستان شدیم که مجوز بگیریم. وضع مالی خوب وقتی خوب نبود کار میکردی؟ نه راستش رو بخواید نه اونجوری کار نمیکردم. میگم تمام فکر و ذکرم خوندن
خوندن، حالا ساز زدن. از کی خیلی حرفه‌ای شد ماجرا؟ من هنوزم واقعیتش رو بخواد حس میکنم خیلی حرفه‌ای نشدم هنوز و کنار دوستان و بزرگانی که حالا میبینمشون واقعا ازشون درس میگیرم و یاد میگیرم و فکر کنم حالا جا دارم. خیلی ترانه داری، خیلی پورترکی، زیاد میخونی نه؟ با اجازتون. الان ولی خیلی کمتر شده. کمتر شده. بله. قبل از خوانندگی هم تیم، اگه اشتباه نکنم، نوجوانان پاس، آره، دروازه‌بان بودی. یه تایم کوتاهی. تایم کوتاهی. فوتبال بازی می‌کردم خیلی زیاد، ولی دروازه‌بان بودی و به بوفون برای همین علاقه داری. بله، خیلی زیاد. خب. میگن که آدم زود باوری هستی. زود باور بودم. الانم هستم ولی خیلی کمتر. من فکر می‌کنم یه غمی توی صدای تو هست که فکر می‌کنی این از کجا میاد؟ از روحیاتت، از گذشتت؟ همه اینا بوده، واقعا سختی بوده. حالا شاید خیلی چیزاش هم نشه گفت، ولی خب سختی زیاد کشیدیم دیگه الان خدا رو شکر. البته همه اینا، این سختی ها که گذشته باعث بودنش، فقط یه شخص بوده توی زندگی من، اونم مادرم بوده که واقعا مرد و مردونه کنار من بود و خیلی خیلی سخت سعیشو کرد که من به اون چیزی که میخوام برسم. چند تا فرزند بودین؟ الان هم هستیم 3 تا. نه بله، نه یعنی یه خواهر دارم. چون گفتی گذشته و مادر و اینا، یعنی من تفقاری هستم، اونا بودن بعد من اومدم. و مادر خب با سختی بزرگ کرده بچه. خیلی زیاد. چون پدر رو از دست دادی در کوچک. بله، فکر کنم من 6 یا 7 سالم. 6 یا 7 سال. و واقعا خدا حفظ کنه مادر رو. زنده باشید همه مادرای عزیز. یه جایی گفتی که خودم رو درگیر تکنیک نمی کنم، سعی می کنم احساسم رو منتقل کنم. نوع خوندن من و احساس من، اون رنگ صدای من، اون مدل خوندن من اینجوریه، ولی نمیشه گفت اصلا درگیر تکنیک نمیشم، چون باید باشه تکنیک توی خوندن و توی این سالهای اخیرم خیلی زیاد حالا روی مسئله مانور دادم که حالا بعضی از طرفدارای عزیزم، البته پیش شما اصلا نباید حرف از طرفدار زدن کوچیکش، ولی خیلی هم ناراحت هستن مثل قدیم بخون اینجوری اونجا. به خدا بعضی وقتا ما گیج میشیم. یکی میاد میگه چرا انقدر غمگین میخونی، شاد بخون. شاد میخونی، میاد میگن چرا اونجوری نمیخونی. اینا هست دیگه. و در زمینه تکنیک داری فعالیتی میکنی؟ یعنی مثلا کلاس، آموزش، غیره؟ نه همش تجربی بوده. تجربی. در موسیقی ما ترس زیاده، این جمله خودت، یعنی چی؟ ترس خب از اینکه بازار موسیقی ما خب الان هر لحظهش داره سلیقه‌های مردم عوض میشه. واقعا خیلی سخته بخوای همه سلایق رو در نظر بگیری و اونجوری که مردم دوست دارن بخونی، و به همین دلیل وقتی با اون موج جلو میرید خیلی ها انتقاد میکنن ازتون، همونایی که یه زمانی خیلی دوستت داشتن، ولی مجبوری دیگه، باید هم کنار بیای با این مسئله. ترسش فکر کنم بیشتر اینه. طبق خواسته مردم همیشه عمل میکنی، یعنی میخونی؟ بیشتر مواقع باید اینجوری باشه. اگر به فکر بازار باشید و حالا نمیدونم اجراها، کنسرت ها، باید اینجوری باشه. شاید بعضی وقتا اصلا از ته دل راضی نباشی این کارو بکنی، خودت اون سبک و سیاقی که دوست داری یه چیز دیگه باشه، ولی مجبور. رقیبی داری تو این؟ قبل از اینکه اینو جواب بدی برامون میخونی امروز؟ چون هماهنگی که کردن خیلی دیر بود و من خیلی دوست داشتم با بچه های بندم در خدمت شما و عزیزان باشیم و نشد دیگه، چون یک روز من فرصت داشتم نمیتونستم بچه ها جمع کنم، ولی همینجا بدون موزیک حتما. آره بفرم. بذار بین، آره بین گفتگومون باشه. من یه کار هست به اسم مادر اجرا میکنم، تقدیم میکنم به همه سروران هم، مادرهای عزیز شما و بله تمامی مادرهای عزیز سرزمین هم. بفرمی. تو شهر چشمات سیل را افتاد، اما نذاشتی بغض من
وقتی تو پشتم بودی فهمیدم یه مادرم میشه پدر باشه. خطی که افتاده رو پیشونیت، قلبی که میدونم پر درده، چین و چروک گوشه چشمات از دید من زیباتره. واقعا من عذرخواهی میکنم، من واقعا صادقانه یه کسالتی هم دارم، یه چند وقتی از برای تارای صوتیمون پیش اومده، ولی خب خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. با ترانه های خودت گفتی که گریه میکنی، شاید ارتباط برقرار کردم ولی حالا گریه حال کردم بیشتر. رقیبت کیه؟ رقیب که اصلا خدا شاهده به این چیزا اصلا فکر نمیکنم. اصلا نمیشه فکر نکنه آدم. نه واقعا فکر نمیکنم. من خیلی ها رو آخه دوست دارم، خیلی خیلی زیاد. نه از عزیزانی که کار این میکن. این رقابت منافاتی با دوست داشتن نداره. آخه من خیلی دوست زیاد دارم ولی رقیبن دیگه. خیلی زیاد هستن کسانی که دارن کار میکنن و اصلا به این فکر نمیکنم واقعا. و فقط سعیمو میکنم با این حجم کاری زیاد و این عزیزانی که خیلی هم زیاد شدن، سعیمو میکنم حالا دیگه اون چیزی که در توانمه کارمو انجام بدم. یکی که دیگران فکر میکنن که با هم تو یک سبک و سیاقین ولی رقیبی. من هیچ موقع احساس نکردم مثلا واقعا این چیزو که حالا کسی هست که شبیه سبک و سیاق من میخونه یا اینجور چیزا. پیشنهاد بازی هم داشتی؟ بازیه؟ بازیگری؟ نه بابا. نه هنرپیشه های مورد علاقت کیا؟ 100% شما. حالا نکنه اینجا اما من مهران غفوریان هم خیلی دوست دارم، خیلی بله. خیلی زیاد، یعنی میبینمش ضعف میکنم واقعا. بعد رضای عطاران، حامد بهتاب دوستش دارم. آره. آره. خیلی دوستش دارم. پرستویی، اینا که دیگه اصلا جزء کسانی هستن که همه ما ارادت داریم خدمتشون. رضا جان عطاران چند دفعه، مهران غفوریان اسمش اومد، دعوتش میکنیم به این برنامه مهمان باشه. رضا عطاران چند دفعه دعوتش کردم هنوز پاسخ نداده. پرویز عزیز، پرستویی عزیز، و حامد بهداد دعوت میشن که مهمان ما باشه. یه بار از خیابون رد میشده، صدای موزیک خودش رو از یه ماشین شنیده، کپ کرده. دقیقا فردای روزی بود که حالا اولین کارامو پرکنم. اولین فردای روزی که اولین کار کپ کرده که چجوری تو ماشین رد شد موزیک من داره پخش میشه. 5 دقیقه بعد یه ماشین دیگه رد شده، باز موزیکش رو پخش کرده، دیگه گرخیده. یعنی و خیلی عجیبه که توی فرار کردم. فرار بگو برامو. فرار کردم دیگه. خیلی عجیبه. نه نمیدونم کجا رفتم. خیلی عجیبه که تو اولین باری که کنسرت میدی یا آلبوم اومده یا کنسرت. نه آلبوم بود دیگه، همون اوایل کار. آلبوم اومده، دو تا ماشین به وسیله 5 دقیقه موزیکشو شنیدی که پخش میکردن و از جلوش رد شدن. خب آره عجیب بوده. موضوع برنامه ما راجع به مجرد بودنه. بله. جانم. من یه بیوگرافی اشتباه هم از من هست توی اینترنت که زده 63 هستم، ولی نه من اینجوری نیست. اینم موند روی من دیگه، اصلا فرصت نشده بود من اینو بگم جایی. من متولد 26 مرداد 1367 هستم. پس یه بار بگو 26 مرداد 67 میشه چند سال؟ 28 سال. ازدواج؟ زوده دیگه. 28 زوده؟ عاشق شدی؟ نمیدونم، شاید شدم، شاید کی میدونه؟ نمیدونم.
نه دیگه حالا همه رو نمیتونی دری که بگو. نه من واقعا در نمیرم، من گردنم از مو باریده. خواهش میکنم. عاشق شدی کی؟ واقعا آخه نمیدونم اصلا عاشقی بوده نبوده. یه چیزی شده پس بالاخره. یه چیزی شدم. الان فکر الان فکر میکنی عاشقی نبوده یا بوده؟ این وسط ها دیگه آدم. این وسط ها بوده بعد. و دیگه الان نیست. نمیدونم. ای بابا اصلا یه حالیه کلا. نه الان نه، یعنی بخواد بعد بدونی الان که نیست. نیست نه، ولی موضوع مال چند سال دارم، خیلی علاقه دارم به مال چند سال پیش. موضوع نوجوان بودی. نوجوان و گفتی چی؟ خیلی دوست دارم، خیلی علاقه دارم که آره پیش بیا. چرا که نه، عاشق بشی. آره چرا که سر و سامون بگیم بس دیگه. مامانم بابا. آخه به خدا الان گفتی زود ازدواج دیگه. مامانه دیگه. آها میگه من آرزو دارم تو رو تو لباس دومادی ببینم. دوست دارن که شما رو تو. خیلی خوب طبیعیه. خودم خسته شدم به خدا از مجردی. آره مثلا شبی 19 بار برم در یخچال باز کنم ببینم هیچی نیست، دوباره برگردم بخوام دوباره شاکی تر پشم برم. آها پس ازدواج رو برای میخوای که نه نه میدونم نه نه به خدا. خب. ولی دیگه اینجور چیزا سر جاشه دیگه، بعد به خیال راحت به کارت میرسی. خب. پس خیلی دوست داری که عاشق بشی هر چه زودتر و سر و سامون بگیری. اول اینکه هر چی قسمت باشه و از خدا میخوام اگر قراره که آرامش توی زندگیم باشه حتما. بله انشالله که همینطور بشه. شاید. خیلی دوست نزدیک مرتضی پاشایی بودی؟ بله. و سالها با هم کار کردیم؟ نه کار که فکر کنم یکی دو تا ترک بود، ولی خیلی خیلی زیاد دوستش داشتم. خیلی زیاد نزدیک به 4-5 سال دوست بودیم. البته مرتضی دوستای خیلی نزدیکتر هم داشت، ولی من چون واقعا یه علاقه شدید قلبی داشتم بهش همیشه دوست داشتم ببینم، چون فوق‌العاده دوست داشتنی و گوشتش خیلی خیلی شیرین بود. شاید خیلی ها ندونم من تو عمرم به بانمکی و با معرفتی این پسر واقعا ندیده بودم. یه فیلمایی ازت بیرون اومد که به عنوان طرفدار پرسپولیس توی زمین داری میدوی و تو استودیوم داری عربده میزنی پرسپولیس. نه به خدا نه فیلمش هست. نه میدونم عربده نبوده، پرسپولیسی هستم. ولی یعنی خدا یعنی میگفتی پرسپولیس اینجوری یه ذره بلند تو استودیوم بالاخره فریاد میزنی. نگفتم پرسپولیس، به خدا داشتم راه میرفتم گفتم بردی بردین. آره برده بودم. پرسپولیسی. پرسپولیسی هم ولی واقعا استقلالم دوست دارم. دوست دارم. جراحی زیبایی کردی. بینیمو. بینی تو. راضی یا پشیمونی؟ خوب شده. زیاد خدایی هم نیازی نداشتی دیگه ولی. یعنی من الان دارم از تهش میترسم میخواد شما چی بگید. ته چی؟ همین بحثی که باز شد. نه بابا دماغ دیگه عمل کردیم. نه نه اشکال نداره، میگم پشیمونی از عملش؟ نه نه نه. بزرگترین قدرتت چیه؟ ایمانم و صبوری. به چه چیزی در خودت افتخار میکنی؟ قلبم. یعنی بیشتر بگو. قلب صاف منظورته؟ آره خیالم از بابت خودم راحت. و عجیبترین اتفاقی که از طرف هوادار برات افتاده چی بوده؟ کرمانشاه اجرا داشتم. ما خب فامیل کرمانشاهی هم زیاد داریم، زبونشون هم اون زبون فارسی لهجه دارشون هم من تا یه حدودی بلدم چون ساده است. اجرا تموم شد بعد ما دو تا اتفاق پشت سر هم افتاد. من از استیج اومدم بیام پایین، یه دفعه دیدم 30-40 نفر دارن بودو بودو میان سمت من. بعد یکیشون که سریعتر رسید با همون لحجه شیرین کرماشایی گفت کره چنی عزیزی. بعد چنی عزیزی؟ چنی عزیزی. آره. بعد این گذشت دیگه، یه جوری فرار کردم. بعد سوار ماشین شدیم، بعد دور ماشین رو مردم گرفته بودن. بعد دیدم یه سر همه اینجوری دولا شده بودن جلوی شیشه ماشین، یه سر از اون پشت اومد بالا گفت علی علی منم میشناسی؟ منم همینجوری منم پسر عمه ایران، شب بیا خانمان، عمه ایران غذا درست کرده. این اتفاق خیلی خوبی بود، شاید من درست نتونستم اونقدر چرا تعریفش چرا کنم. رفتی شب اون عمه ایران؟ نه نشد. خستت نمی کنم؟ زنده باش. سوالی که از همه میپرسم، احساس خوشبختی داری؟
خدا رو شکر داری. خدا رو شکر. و به موزه ما چه میدی؟ من یه دونه گیتار دستساز یکی از طرفدارام چند سال پیش برام درست کرده بود، خیلی هم برام عزیزه، اونو حتما تقدیم میکنم. خیلی ممنون، خیلی با ارزش. خیلی ممنون عزیزم. خودساختگیش، تلاشش تا به امروز و در نقطه‌ای که هست بسیار با ارزشه. کسانی که از شرایط سخت میان همیشه دوست داشتنی ترن انگار. امیدوارم که اول سلامت باشین خودت و خانواده و بدرخشی هر روز بیشتر و بهترین آرزوها رو برات دارم. خیلی ممنون. متشکرم. باعث افتخار بود. زنده باشی. خیلی ممنون. کوچیکشونم. خیلی عزیزم. خیلی عزیزم. مرسی. Thank you.